کامیار سپیده دم بیروت رو دیدین اثر حملات شب گذشته اسرائیل که بسیار هم گسترده بود هنوز در آسمان بیروت قابل مشاهده بود یک جنبندی به ما بده از حملات هوایی شب گذشته اولین حمله ای که صورت گرفت در واقع با بمب های سنگر شکن به مقر اصلی حزب الله لبنان صورت گرفت همونطور که در خبرهای شری کردی ارزیابی ها بر این است که هدف اصلی سید حسن نصرالله در کل حزب الله بوده تا الان تمام ارزیابی ها میگوید که نصر الله در این حمله کشته شده اما هیچ کس حاضر به تایید یا تکذیب این خبر است البته تکذیبش تبدیل به یک جوک در رسانه های اجتماعی شده به خصوص ایرانی ها با سابقه ای که داشتن حالا بعدتر بیشتر در موردش صحبت می کنیم اما منابع غربی و رسانه های اسرائیلی میگویند اگر نصرالله در این مقر حضور داشته به احتمال بسیار زیاد کشته شده یعنی کسی از این عملیات زنده بیرون نیامده است تصاویر زنده ای هم که الان داریم میبینیم بیروتی رو نشون میدی که پر از دود هست ناشی از نزدیک به چهل حمله بعد از این حمله ای که الان گفتم که مقر اصلی حزب الله لبنان رو هدف قرار گرفته ارتش اسرائیل در دو سری حمله دیگر هوایی و از طریق کشتی ها به بیروت حمله کرد برای اینکه انبارهای تسلیحات و مقرهای دیگر فرماندهی حزب الله رو هدف قرار بده بر اساس گزارش ها الان حملات متوقف شده و این دودی که ببینیم همونطور که گفتی ناشی از تمام حملات شب گذشته ای اسرائیل به بیروت هستش کامیور um, قبل از اینکه به موضوع حالا رسانه اجتماعی واکنش کاربران بپردازیم آیا این احتمال وجود داره که چون دختر حسن نصرالله در این حالا این ساختمان یا در طبقات زیرین این ساختمان زیر زمینش قرار داشته خود حسن نصرالله هم اونجا بوده و کشته شده این, میتونیم بگیم که با این احتمال کشته شدن حسن نصرالله قوت گرفته بی تمام ارزیابی ها بر همین مبناس یعنی در واقع حضور فرماندهان ارشدی که باقی ماندن همطور که بیشتر هم گفتیم چیزی از فرماندهی حزب الله باقی نمونده و ارزیابی اونها بر این بوده که احتمالا این زیرزمین بسیار امن هستش اما باید منتظر بود تا ببینیم که خبرها به چه سمت خواهد رفت حالا از واکنش برخی رسانه های جمهوری اسلامی مخصوصا رسانه های قومتی به این قضیه ما میبینیم که کاربران هم واکنش های بسیار گسترده و وسیع داشتن برخی ها این کشته شدن رو به تنز گرفتن بیشتر از تو بشنمید ببینید دو موضوع اصلی هست خیلی کوتاه بگم اگه فرصت شد بعدا در مورد صحبت میکنیم یکی در مورد انگشتر علی خامنه‌ای است که چند روز پیش بسیار روش مانور دادن انگشتر حدیدی که روش نصر الله نوشته شده بود و میگویند انگشتر جنگ دستش کرده بود این رو مایه تنز قرار دادن که به نظر میرسه که علی خامنی به رنگوشترش رو عوض کنه چیز دیگری دستش بکنه و دومی هم در مورد نحوه اطلاع رسانی هستش که بسیاری اون رو با نحوه اطلاع رسانی در مورد کشته شدن ابراهیم رئیسی مقایسه میکنن و خبری که همون روز فارسیوز منتشر کرد و گفتش که آقای رئیسی حالشون خوبه با ماشین دارن از تبریز به سمت تهران میان و ما دیدیم که چند ساعت بعد چه اتفاقی افتاد آنچه که الان هم داریم میبینیم در واقع تکذیب هایی است که بیشتر به نظر میرسه تایید است من فقط این رو هم بگم که برخی از روزنامه‌نگاران داخل ایران موقعی که خبرهای رو منتشر کردن در ساعت گذشته مجبور شدن خبرهاشون رو پاک بکنن نمونهش رو من فقط بگم سردبیر خبر آنلاین موقعی که خبر رو منتشر کرد و نوشت به نظر میرسه فضا درست فضایی است که شب کشش شدن قاسم سلیمانی و خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی منتشر شد به وجود اومده و ما در همون فضا هستیم و دقایق پیش مجبور شدی که این رو پاک بکنه به نظر میرسه فضا بیش از اندازه امنیتی شده برای همین که همون که گفتم فضا رو آماده کنن برای این که ببینن چه شکلی اطلاع رسانی بکنن متشکرم از تو کامیار همکارم کامیار بهرنگ اینجا در استودیو با ما